سلام به همه به درس پنجم از ترس و حیبت خدا خوش اومدین اجازه بدین تحسینتون کنم تا اینجا از پسش بر اومدین منظورم اینه که جراحی رو پشت سر گذاشتین و این زمان زمان هشداره و اگه هنوز این دوره رو ادامه میدین و هیجان زده این میخوام بگم برای خدا دل دارین و خیلی دوستش دارین اما یک خبر عالی دارم حالا میریم سراغ دسر زمان دسره کسی که واقعا از خدا میترسه چه منفعت هایی داره البته هیچ منفعتی مهمتر از صمیمیت با خدا نیست بنابراین میخوام یکی ای از آیات مورد علاقه و در کتاب مقدس براتون بخونم مزمور 25 ۱۴ این از ترجمه هزاره نو میگه محرم اسرار خداوند ترسندگان اویند او عهد خیش را به دیشان می نماید حالا به اولین کلمات گوش کنید محرم اسرار خداوند ترسندگان اویند اون اسرارش رو با کی در میون میگذاره آشناها یا دوستان نزدیک صمیمی مطمئنم که میتونم پاسختون از طریق دوربین بشنوم دوستان نزدیک صمیمی خدا متفاوت نیست خدا میگه من اسرارم رو با دوستان نزدیک صمیمیم در میون میگذارم و دوستان صمیمیم کسایی هستند که ازم میترسند حالا میخوام بهتون نشون بدم که این موضوع رو از متن خارج نمی کنم چون نسخه استاندارد انگلیسی این آیه دقیقا میگه دوستی خداوند برای کسانی است که از او میترسند پس ما اینجا چی رو میبینیم خدا دوست همه نیست اجازه بدین شفافتر بگم خدا دوست همه در کلیسا نیست دو مرد در عهد عتیق وجود دارند که دوستان خدا خونده شدن آیا دوستان دیگه برای خدا در عهد عتیق وجود نداشته؟ حتما وجود داشته معتقدم داوود دوست خدا بود استر دوست خدا بود دانیال دوست خدا بود یوسف دوست خدا بود اما زندگی این دو مرد نمونه‌ای از چیزیه که برای داشتن یک رابطه دوستی با خدا لازمه اولی ابراهیمه چرا ابراهیم رو دوست خدا نامیدن؟ چون زمانی که ابراهیم پیر بود و در سنین بالاتری قرار داشت یه پسر وعده از جانب خدا داشت که 25 سال منتظرش بود و خدا صبر کرد تا ابراهیم عمیقا عاشق اون پسر بشه و یک شب خدا پیش ابراهیم اومد و گفت ابراهیم اون گفت بله بله خداوندا ابراهیم تو پسرت رو که 25 سال منتظرش بودی و خیلی دوستش داری میشناسی ازت میخوام به یه سفر سه روزه بری و اون رو به خاطر من بکشی. میتونید تصور کنی که ابراهیم وقتی خدا اینو بهش گفت به چی فکر میکرد؟ خدا بهش دلیل نمیده. خدا نمیگه اگه بری و پسرتو قربانی کنی عهد رو مهر خواهی کرد و من یگان پسرم رو خواهم فرستاد. خدا فقط میگه میخوام بری اونو بکشی. میخوام بری اونو به عنوان قربانی تقدیم کنی. آیا میتونین خواب اون شب ابراهیم رو تصور کنین؟ فکر نکنم خوابیده باشه. اما میدونید در کتاب مقدس چی میخونیم؟ این عالیه. پس صبح زود ابراهیم برخواسته اولاغ خود را زین کرد و دو تن از نوکران خویش را با پسرش اساق برگرفته پس صبح زود آیا میدونین بعضی افراد اینطور میگن خب خدا چندی ماهی که درباره موضوعی با هم درگیره و در این باره می‌خندن. اونا در واقع به اینکه ترس خدا رو ندارن به خودشون می‌بالن. ابراهیم صبح زود بیدار شد و اون سفر رو شروع کرد حالا خدا بهشون یک سفر سه روزه میده چرا؟ میخواست بهش فرصت بده تا در صورت تمایل به عقب نشینی در موردش فکر کنه وقتی صدای پر حیبت خود را از شب قبل شنیده باشی آسون اما دو روز نیوم و بعد چطور وقتی به کوه نگاه میکنی قرار مهمترین فرد یا چیز زندگیت رو به قصر برسونی فقط به این دلیل که خدا گفته این کار را انجام بده و دلیلی برای انجامش بهت نداده اما ابراهیم ساق رو میگیره از کوه بالا میره از رو میسازه آیا میتونین احساساتی که درونش میگذره رو تصور کنین فقط جنگ عاطفی که در جریانه هنوز به اساق نگفته که قرار تقدیم بشه پسرش رو که خیلی دوست داره تقدیم میکنه داره اینو درک میکنه که من دارم این جوون رو برای این مذبح میگذارم و میخوام با چاقو بکشمش ابراهیم ساق رو بر مذبح میذاره چاقو رو برمیداره و آماده میشه تا مهمترین فرد یا چیز زندگیش رو به قتل برسونه فقط به این دلیل که خدا این رو گفته و دلیلی براش نیاورده و به محض برداشتن چاقو ناگهان فرشته خدا ظاهر میشه و میگه ابراهیم وایستا اکنون میدانم که از خدا میترسی فرشته از کجا فهمید که ابراهیم از خدا میترسه چون ابراهیم بیدرنگ اطاعت کرد چون ابراهیم بدون اینکه منطقی به نظر برسه اطاعت کرد چون ابراهیم بدون اینکه منفعت شخصی داشته باشه اطاعت کرد چون ابراهیم با اینکه دردناک بود اطاعت کرد چون ابراهیم تا به انتها اطاعت کرد این تجلی ترس مقدسش بود ابراهیم چاقو رو زمین میذاره اسحاق رو باز میکنه چشمانش رو بلند میکنه و یک قوچ در بوته گرفتار شده و از دلش این بیرون اومد یهوه یرا که به معنای خداوند فراهم خواهد کرد آیا میدونین که خدا فقط جنبه ای از شخصیتش رو به ابراهیم نشون داد که هیچ انسانی تا به حال ندیده بود منظورم اینه که وقتی بهش فکر میکنین خیلی شگفت انگیزه خب ممکنه بعضیاتون اینو خوب درک نکنین بذارین شفافتر کنم همه شما منو با نام جان بیور به عنوان معلم میشناسین بعضیاتون منو با نام جان بیور به عنوان نویسنده میشناسین اما یک خانوم وجود داره و واقعا هم خانومه اسمش لیزاست اون منو با نام جان بیور به عنوان شوهر و بهترین دوست میشناسه با نام جان بیور به عنوان ورزشکار میشناسه به عنوان جان بیور به عنوان پدر میشناسه به عنوان پدر بزرگ به عنوان عاشق میشناسه حالا آیا میتونم اینطور بگم هیچ کدوم از شما هرگز منو به عنوان جان بیور عاشق نخواهید شناخت این جنبه از شخصیتمه که مختص یک نفره و فقط یک نفر و اون شخصی که روی زمین به من نزدیکترینه و اون همسرم لیزاست بنابراین خدا فقط جنبه ای از شخصیتش رو به ابراهیم آشکار کرد هیچ کس قبلا این رو نمیدونست. چون او دوست منه این محشره حالا به پویایی رابطه بین خدا و ابراهیم نگاه کنیم حرف نداره یه روز خدا گفت آیا باید همون کاری رو که قصد انجامش رو داریم با صد و معمور انجام بدیم بدون اینکه اول با دوستمون ابراهیم صحبت کنیم پس خداوند بر بلوتستان ممری فرود آمد او با دو فرشته اومد ابراهیم براشون غذا پخت و بهشون داد و فرشتگان به دشت صدوم راست پار شدند و ابراهیم و خدا به سمت صخره میرن و بر دشت صدوم مشرفن و خدا میگه ابراهیم ما به نابود کردن این دو شهر فکر میکنیم نظر چیه ابراهیم میگه صدوم خدا میگه آره و اموره نظر چیه ابراهیم میگه فکر کنم برادر زادم لوط اونجاست برادر زادم اونجاست پس ابراهیم به خدا نگاه میکنه و میگه اگه حدود پنجاه نفر عادل اونجا باشن اون دو شهر رو نابود میکنی آیا خدای آسمان و زمین خدای عدالت چنین میکنه و خدا میگه نکته عالیه اگه پنجاه نفر عادل باشن شهرای صدوم و اموره رو منفجر نمیکنم خوشحالم که با دوستم ابراهیم صحبت کردم ابراهیم میگه اگه پنجاه تا نباشه چی اگه 45 تا باشه شهرها رو نابود میکنی خدا میگه okay, یه نکته خیلی خوب باشه اگه 45 نفر عادل باشن شهرها رو نابود نمیکنیم حالا ابراهیم تا 10 نفر باهاش حرف میزنه اون معتقده که باید 10 نفر عادل در اون شهر باشن لوت یکیشونه تنها چیزی که نیاز دارم نه نفر دیگه است اما اینجا چیزی که واقعا دیوانه کننده است نه نفر دیگه وجود ندارن کتاب مقدس اینو میگه کتاب مقدس میگه که مردم صد و معموره سرگرم خرید، فروش، ازدواج، شوهر کردن، کاشتن و برداشتن بودن. بذارین رو به زبان آمیانه امروزی بگم. زندگی نیکوست و اگه خدایی هست به سبک زندگیمون اهمیت نمیده. اونا 24 ساعت با نابود شدن فاصله دارن و کاملا بی خبرن. این حالتشون ترسناک نیست بلکه ترسناک اینه. همه بگید لوت. کتاب مقدس لوت رو پارسا میخونه بذارین این رو به زبان آمیانه امروز بگم او نجاتی یافته است تولد تازه داره او یک مسیحیه لوت 24 ساعت تا نابودی کامل فاصله داره و اون مثل مردم صدوم و اموره بیخبره حالا وقتی میستین و بهش فکر میکنین شگفت آوره دو مرد عادل وجود دارن بین اون رو به زبان آمیانه امروز بیان کنیم دو مرد نجات یافته دو مرد دارای تولد تازه میخوام اینو به زبان آمیانه امروزی بگم دو فرد مسیحی یکی از قبل میدونه خدا قراره چی کار کنه و به خدا کمک میکنه تصمیم بگیره که چطور این کار رو انجام بده فرد عادل دیگه به عبارتی دارای تولد تازه به اندازه دنیا بیخبره چرا؟ زیرا این فرد عادل به عبارتی دارای تولد تازه از خدا میترسه از کلام خدا میلرزه از حضور خدا میلرزه پس اون دوست خداست بنابراین خدا اسرارش رو براش آشکار میکنه اون یکی فرد عادل دارای تولد تازه است از خدا نمیترسه پس اسرار خدا رو نمیدونه و به اندازه دنیا بیخبره پس لوت نماینده ای ایماندار جسمانی و دنیویه. اگه به لوت نگاه کنیم، به بیارین که ابراهیم و لوت یه جورایی گله در حال نزا بودن. ابراهیم گفت باشه لوت، هر چی میخوای انتخاب کن. هر راهی رو که انتخاب کنی من برعکس میرم و کتاب مقدس در واقع در یه ترجمه میگه لوت بر پیشانی تپه ایستاد و نگاهی طولانی به دشت صدوم انداخت. چرا نگاهش طولانی بود؟ چون اونجا خیلی پربار بود. اما اون از شرارت و فسادی که در اون شهرها وجود داشت هم خبر داشت بنابراین لوط این ایده رو تو سرش داره و میگه میرم و خانه هام رو در دشتای نزدیک شهرها برپا میکنم اما به شهرهایی نمیرم که مرکز شرارتن بعدن که فرشته ها میان اون داخل دیوارهای شهر رسیده بود و اتفاقا چرا اون فرشتگان اومدن چون ابراهیم دعا کرد خدا رو شو که ابراهیم برای لوط دعا کرد چون اگه به لوط نگاه کنین ایماندار جسمانی بود کسی که از خدا نمیترسه اون پارساست کتاب مقدس لوت رو پارسا میخونه اما اون اسرار خدا رو نمیدونه اگه به همسرش نگاه کنی نیسا گفت زن لوت را به یاد آورید برگشت و تبدیل به ستونی از نمک شد دخترهاش رو ببینین با پدرشون رابطه زناشویی داشتن تا صاحب فرزند بشن فرزنداش رو نگاه کنین معاویان و امونیان دو ملتی بودن که از لوط زاده شدن پس میتونیم ببینیم ثمره زندگیشون مثل ابراهیم نیست به همین دلیل که ترس از خدا خیلی مهمه منجر به صمیمیت با خدا میشه اسرارش رو درک میکنیم بنابراین در زندگیمون موفقتر میشیم حالا اون مرد دیگه در عهد که دوست خدا خونده شده کیه کسی جز موسی نیست موسی با خدا رو در رو صحبت می کرد. همونطور که انسان با دوستش صحبت می کنه. این فوقلاده است. اگه به موسی نگاه کنین کتاب مقدس در مورد موسی و اسرائیل اینطور میگه. یایتون باشه هر دوی اونها نجات رو داشتن. منظورم اینه که خروج اسرائیل از مصر نوعی بیرون اومدن از دنیاست. یه نوع نجات پیدا کردنه. اول قرنتیان ده رو نگاه کنین. اسرائیل همان خوراک روحانی را خوردند و همان آشامیدانی روحانی را نوشیدند زیرا از آن صخره روحانی می نوشیدند که از پی می آمد و آن صخره مسیح بود بنابراین قطعا بیرون اومدن از مصر بیرون اومدن از دنیاست پس اسرائیل پارساست و موسا پارساست مزمور صد هفت میگه موسا راهاش رو میدونست اسرائیل خدا رو با اعمالش می شناخت بیاین در این مورد صحبت کنیم اینکه اسرائیل خدا رو با اعمالش شناخت به چه معناست اسرائیل خدا رو از طریق اجابت دعاهاش رو شناخت آیا دونیم من با چند مسیح ملاقات میکنم که شون با خدا محدود به اینه که چطور خدا دعای منو مستجاب کرده دخترم مریض بود شبانم دعا کرد خدا شفاش داد ما یه هدیه مالی دادیم و خدا اینطور برکت داد اونا خدا رو تنها از طریق اجابت دعاهاشون میشناسن با این حال موسا اغلب میدونست که خدا قراره چه کاری انجام بده و به خدا کمک کرد تصمیم بگیره که چطور این کار رو انجام بدیم در واقع کتاب مقدس میگه که موسا در دو موقعیت مختلف نظر خدا رو تغییر داد عجیبه نه؟ در واقع میگه که خدا از کاری که میخواست انجام بده منصرف شد به خاطر چیزی که دوستش موسا گفت. حالا اینجا شما دو گروه از مردم پارسا دارین اسرائیل و موسا. گروهی خدا را از طریق اجابت دعا میشناسند مرد دیگه از پیش میدونه خدا قراره چه کاری انجام بده و نظر خدا رو دو بار تغییر میده این گروه خدا رو از طریق اجابت دعاهاشون میشناسند این مرد اسرار خدا رو میدونه اون افراد نمیدونن چرا چون موسی از خدا میترسه اما اسرائیل نه میخواین اینو در عهد جدید ببینین؟ شاید بگین در عهد جدید اومده؟ بله اومده. کتاب مقدس در یوحنا 2:23-24 میگه در مدتی که او برای عید پسخ در اورشلیم بود، بسیاری با دیدن آیاتی که از او صادر میشد به نام او ایمان آوردند. اما عیسی را بر ایمانشان اعتماد نبود، زیرا همه را میشناخت. چیزی که شگفت انگیزی از که خدا در مورد موسی گفت. بهش اعتماد دارم متوجه این چقدر شگفت انگیزه وقتی خالق آسمان ها و زمین میگه من بهت اعتماد دارم این یه رابطه دوستیه این اساس یک رابطه دوستیه اما میگه عیسی به مردم اعتماد نمی کرد چون میدونست که چی درونشون میگذره چرا نگاه کنین اون شاگردان زیادی داشت که در یوحنا فصل 6 رهاش کردن شما افرادی رو دارین که دیگه اونو پیروی نمیکنن وقتی به صلیب کشیدنش جمعیت زیادی در اطراف او نبود او میدونست که درون مردم چی میگذره بنابراین به پایان خدمت زمینیش در اون زمان می رسیم. در شام آخر هستیم و عیسی خطاب به این افراد میگه شما کسانی هستین که در آزمایش های من در کنارم ایستادین به برت دیگه میگه شما قابل اعتماد بودین با من باقی موندین و بعد در یوحنا 15:15 -15 این جمله رو میگه میگه دیگر شما را بنده نمیخوانم. حال طبق این واقعیت که عیسی میگه دیگر به این معناست که در یک زمانی به این افراد فقط به عنوان بنده نگاه میشد این یک مکاشفه نیست این یک درس انگلیسیه اینکه کسی بگه دیگه بهت زنگ نمیزنم یعنی اینکه یه بار به شما نگاه کرده و زنگ زده درسته حالا چرا خود این کارو میکنه چرا خدا ما رو در حد یک بنده نگه نمیداره اگه به غلطیان 4 یک نگاه کنین میگه تا زمانی که وارث صغیر است با غلام فرقی ندارد پس چرا به عنوان وارثان خدا چرا یه دوره زمانی وجود داره که خدا با ما به عنوان بنده رفتار میکنه میخوام بهتون بگم چرا این کار رو برای محافظتمون انجام میده داری میگین از ما محافظت میکنه بله چون نمیخواد اون چه برای هنانی و سفیر اتفاق افتاد برامون اتفاق بیفته حالا میخوام براتون مثالی بزنم مثال ضعیفیه اما به کار میاد وقتی من و لیزا خدمتمون رو شروع کردیم برای دو مینیستری خیلی بزرگ کار میکردیم یکیشون 450 کارمند داشت یکیشون 150 نفر و زمانی رو به یاد میارم که سال 1990 مینیستری خودمون رو راه انداختیم و میخواستم در شیوه رهبری تغییرات ایجاد کنم یکی از کارهایی که انجام دارم و احمقانه بود این بود که گفتم میخوام بهترین دوست هر کارمندی باشم بنابراین در سال 91 اولین کارمند رو استخدام کردیم اسمش در واقع جان بود من اون رو به بهترین دوستم تبدیل کردم با هم بسکتبال بازی میکردیم ویدیو تماشا میکردیم تمام مدت بالای خونمون بود و رفت و آمد داشتیم اون همیشه با هم شام میخورد برای سال اول عالی بود تا اینکه مجبور شدم موردی رو بهش گوشزد کنم چون پشت میز فروش کتاب ها و منابع کار میکرد و یه جورایی اونجا می نشون دمش رو بهش گفتم هی hey جان اینا گوسفندای خدا اینا انسان های گران هستن سر میز کتاب ها و منابع قیافه ای گرفته بودی که انگار میخواستی دست از سرت بردارن و چشمتون روز بعد نمین؟ از پشت میز بهم نگاه کرد و میگفت تو اینی تو اینی تو اینی من به خودم میگفتم خدای من شروع کرد به عیب از من بنابراین به درون نگاه کردم و گفتم رول قدس چیکار کنم گفت اخراجش کن اجازه دادم خودشو خالی کنه و وقتی کارش تموم شد گفتم جان باید تو رو از خدمت مرخص کنم از خونمون بیرون رفت چون دفترمون در اون زمان تو خونمون بود از خونمون با عصبانیت بیرون رفت زدم زیر گریه چون واقعا اون پسر برام مهم بود روح با هم صحبت کرد گفت پسرم بر می گرده و دو برابر وفادارتر میشه سه ماه بعد بود که یک کلمه از جان نشنیده بودم بعد با هم تماس گرفت گفت جان چند دقیقه وقت داری گفتم بله گفت خدا هرگز مثل چند ماه گذشته که با هم حرف میزد با هم صحبت نکرده گفت جان جایگاهی رو که خدا تو رو در زندگیم قرار داده بود از دست دادم و جایگاهی رو که خدا منو در زندگیت قرار داده بود از دست دادم گفت قدرتون رو ندونستم بخاطر خیلی خودمونی رفتار کردم بخاطر معمولی رفتار کردم و با خانم لیزا هم همین کارو کردم گفت خیلی متاسفم گفتم خب بخشیده شدی چند دقیقه بعد صحبت کردیم و گفتم میخوای برگردی پیشمون کار کنی گفت با کمال میل اومد و ما دیگه در اون زمینه باهاش مشکلی نداشتیم امروز یه روند جدید پیش گرفتم اعضای تیممون در آمریکا 50 نفرن و هزار نفر داریم که در سطح جهانی با همون خدمت میکنن کارمندی رو به عنوان یک دوست حساب نمی کنم مگر اینکه بدونم اول در جایگاهش تثبیت شده و جایگاه منو نیز تثبیت کرده باشه این به بنای عدم امنیت نیست این من هستم که ازشون محافظت میکنم نمیخوام کاری رو که قبلا انجام داده بودم باهاشون بکنم تقریبا اون مرد جوان رو نابود کرده بودم اما زمانی که بدونم در شخصیتشون تثبیت شدن و در جایگاهی که خدا منو در زندگیشون قرار داده روشون حساب میکنم برخی از کارمندامون از عزیزترین دوستانمون هستند پس این کاریه که خدا باهامون میکنه میگه تا زمانی که جایگاه شما نسبت به من تثبیت نشه و جایگاه من برای شما تثبیت نشه باید شما را در حد یک بنده نگه دارم هر چند وارث هستین اما زمانی که در من تثبیت شدین و ترس خدا رو داشته باشید میتونم به عنوان دوست صمیمی روتون حساب کنم و عواقب هنانی و سفیره رو نخواهید داشت عیسی اینطور میگه میگه دیگر شما را بنده نمیخوانم زیرا بنده از کارهای اربابش آگاهی ندارد مشاور مخفی ارباب درسته رازهای ارباب بلکه داره میگه شما رو دوست خود میخوانم زیرا هر آنچه از پدر شنیدم شما را از آن آگاه ساختم در آیه 14 عیسی بیانیه جهانی رو به کل کلیسا میده میگه دوستان من شما این ما در این مورد موعظه مینویسیم در موردش سرود مینویسیم نویسیم داستانی در مورد عیسی می میگیم که دوستمونه تقریبا مثل دوست صمیممون اما عیسی گفت دوستان من شما اید اگه این یک شرطه اجازه بدین مثالی بزنم اگه من بهتون بگم اگه هفته آینده 40 ساعت برام کار کنین 2000 دو هزار دلار بهتون میدم و شما 40 ساعت کار نمیکنید میایین پیشم و میگین حقوقم کو میگم گفتم اگه 40 ساعت برام کار کنی شما کار نکردین پس منم بهتون پول نمیدم اگر یک شرطه شما باید شرط رو برآورده کنین پیسا گفت دوستان من شما اگر اگر آنچه به شما حکم می انجام دهید. ایناش ترس خدا و لرزیدن از کلامش چیزی که عیسی اینجا میگه این نیست که همه در کلیسا دوست صمیمیش هستن اما به هم گوش بدین اون مشتاقانه میخواد که همه در کلیسا دوست صمیمیش باشن اما ما هستیم که سطح رابطمون با خدا رو انتخاب میکنیم نه خدا به همین دلیل که ما میخوایم ترس مقدس خدا رو دنبال کنیم زیرا بزرگترین نعمت و منفعتش رابطه صمیمانه با عیسی در درس بعدی قصد دارم بعضی از چهل منفعت دیگر رو بررسی کنم باید خیلی سریع کار رو انجام بدم که وقتی واقعا از خدا میترسیم چه اتفاقی میفته معرفی مسنجر x منبعی کاملا جدید برای دانلود و پخش ویدیوها کتابخانه دیجیتالی کامل و منابع شاگردسازی از جان و لیزا بیبر در بردارنده تعالیم ویدیویی کتابهای صوتی کتابهای الکترونیکی فیلمهای کوتاه و کتاب مقدس این پلتفرم جدید و رایگان بر تمامی ابزارها قابل اجراس و در بیش از 125 زبان کاملا رایگان می باشد شاگردسازی برای همه هر جا که هستی اپلیکیشن را از سایت مسنجر دانلود کنید